سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم تا اینجا از ویدیویی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین این ویدیو 63 هست و اگه میخواین از ما حمایت کنید میتونید از لینک زرین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب به اشتراک میذارم استفاده کنید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه‌های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و مشاهده میکنید و همونطور که میدونید تمام ویدیوهای ما در آپارات یوتیوب اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی هم شما میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاک چین مطلع بشین پیشنهاد میکنم صفحه اینستاگرام ما رو حتما دنبال کنید آدرسش میتونید از وبسایت ما سروتیار مشاهده کنید توی این ویدیو میخوام در خصوص عمق بازار با هم صحبت کنیم دیپس of مارکت و اهمیت دونستن عمق بازار برای سرمایه گذار و کسی که تریدر هست چقدر اهمیت داره و چقدر میتونه توی بازده معاملاتی که حالا اگر دیلی تریدر هست تأثیر گذار باشه این مسئله دقیقا نقطه ای که ما توی بورس تهران اینو نداریم توی بازارهای بین المللی به عنوان یک ابزار یک آپشن بروکرها و اکسچنج ها معرفی میشه پیشنهاد میکنم اگر به این موضوع علاقمند هستین یا اصلا کلا به کانسپت معامله گری معامل... علاقمند هستین ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید مطابق معمول بحث سلب مسئولیت این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر میخواین به صورت حرفه ای ازش استفاده بکنید باید خودتون همه موارد رو بررسی کرده و به این اطمینان برسید که سایت یا بروکر اکسچنج یا هر ابزاری که توی این مجموعه ویدیوهایی که ما تهیه کردیم و اشتراک گذاشتیم صحیح عمل میکنه و محدودیتی از نظر قوانین KYC برای شما نداره خب قبل از خیلی جلو بریم اگر به موضوع کریپتوکارنسی علاقمند هستین پیشنهاد میکنم همین الان روی این لوگو کلیک بکنید توی کانال ما سابسکرایب کرده و سپس دکمه زنگوله رو فشار بدین تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که براتون به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه مطلع بشین این اطلاعیه از طریق یک ایمیل خودکار برای شما ارسال میشه خب توی موضوع عمق بازار ما یک دفتر سفارشات داریم مزنه قیمت داریم و کارورد های عمق بازار ببینید دفتر سفارشات عین اون دو تا ستونی هستش که شما حالا سه تا مزنه رو تو تی اس سی میبینید و پنج تا مزنه رو توی, توی بروکرتون میبینید که اومدن از آخرین قیمت ها و تعداد سفارش ها ثبت کردن این دفتر سفارشات همین شکل رو داره اما خب به شما چه اطلاعاتی میده بعضا به صورت گرافیکی از اینا استفاده میکنم و وقتی که به صورت این مدل های نمایش های گرافیک دیواره خرید و فروش در میاد به شما کمک میکنه که من که الان میخوام اردر بذارم کجای بازار باید بذارم اصل بازار کجا چیدن ببینید یه اتفاقی که توی بورس میفته تو بورس تهران میفته خب این اطلاعات به اشتراک نمیذارن و حتما دلیل قانع کننده هم برای این مسئله دارن اما توی کارگزاری کسی که پشت استیشن نشسته و داره معاملات رو انجام میده تا عمق بازار رو میبینه و خیلی مهمه دیدین که مثلا یه موقع میگن که این سهمه من فکر می کنم که مثلا تا این عدد میاد پایین چرا؟ چون خریدارش اومده مثلا تو منفی سهش نشسته منتظر یا منفی پنجش نشسته که منتظر تو کف قیمتی بخره یا اینکه نه میگه که این سهم من فکر می کنم میره برای صف خرید ما توی این بازارهای بین چیزی به نام صف خرید و فروش نداریم اینم به خاطر دامن نوسانی که توی بازار بازار بورس تهران وجود داره ایجاد شده وگرنه خب وقتی که دامنه باز باشه که دیگه اصلا چیز صفی وجود نداره حالا این اتفاق تو بازار بین چه چجوری میفته اینکه هی آدما میتونن قیمت بالاتر از قیمت مزنه بازار یا قیمت معامل... آخرین قیمت معاملاتی بذارن توی سیستم و بهشون کمک میکنه که حالا کسی دنبال مثلا خرید یه دونه کوین یا توکن باشه خب با هر قیمتی میخواد بخرش دیگه یه اردر رو بالا میذاره و خریدشون انجام میده اما کسی یه جمله معروفی وجود داره سود شما در ارزون خریدنه به قیمت خریدنه درست خریدنه و همینطور در به قیمت فروختن این تشخیص قیمت صحیح توی بازار یک حرفه است ببینید تحلیلگری و معاملگری ما هم فرق میکنه یه تحلیلگر میشینه خط خطوط توی نرم افزارهای مختلف مثل مثلا آمی بروکر تحلیل میکنه این سهم مثلا یا این کریپتو این کارنسی انقدر میره بالا انقدر میاد پایین توی این کانال قرار گرفته و الاخر اما اون معاملگره که میتونه میگه من اگر به قیمت بخرم برام مهمه چرا چون الان تو همین بازار ایران تو همین بازار بورس تهران شما از منفی پنج رنج میکشن تا مثبت پنج ده درصد یا حالا دو درصدش هم این می... کنیم درصدش هم این وسط میدی میره حد اکثر میدی میره برای کارگزاری دیگه این تفاوت عدد سود شما در یه روزه و این عدد عدد بزرگیه خب حالا شما فرض کن توی بازار بین که این دیگه اصلا صد چندان بزرگتر و حیاتی تر میشه خب همونطوری که توی صحبت ها بهش اشاره کردم کاربردهای های عمق بازار تو پیدا کردن بهترین نقطه مناسبترین نقطه برای خرید و فروشه و اینکه دقت بکنیم وقتی که بازار اینقدر شفاف میشه دیگه بعد از یه مدتی شما متوجه میشین همین داستان وال هایی که میگن توی بازار اومدن خریدن رفتن اومدن رفتن و حجم قابل توجهی خرید انجام دادن به نوعی داره عملا حالا بعضا یه اتفاقات مثل دستکاری در قیمت میفته دیگه البته توی کوین های کوچیک تر به خاطر اینکه حالا اون داستان پامپ و دامپ دیگه توی اینا با مبالغی میتونن این کار رو انجام بدن همین اتفاق هم توی خیلی از بورس ها میفته و اینکه ال هرچند که یه نهاد ناظری وجود داره ولی این اتفاق میفته همونطور که از روی این موضوع انقدر فیلم ساختن توی مثلا بورس اوراق بهادار امریکا که حالا کسی اومده یکی از این فیلم های معروفش هم همین ولف آف وال و خب پر که این اتفاق میفته اما وقتی که این اطلاعات ب... به صورت شفاف در اختیار عموم قرار داده میشه ریسک این کار میره بالا چون بحث ابطال وجود داره و در نهایت در بازارهایی که مثل کریپتو بحث نظارت اصلا وجود نداره نظارت این تیپی وجود نداره شما به عنوان خریدار دقت میکنی که سر کلاه نره اشاره کردم شفافیت بالای سفارشات و این هم مختص به هر کارگزاری یعنی شما عمق بازار رو در هر کارگزاری میبینید نه در هر خدمتون در کل بازار به خاطر اینکه کل بازار هم که گفتم هر اکسچنج و بروکری برای خودش یه قیمت داره در نتیجه هر کی که برای خودش یه قیمت داره پس یه مارکت درست کرده یه چیز حدود چهار هزار مارکت در این حوزه داریم و میتونید لیست کاملش از وبسایت کوین مارکت کپ که این بالا براتون کارد میکنم ببینید خب انتخاب شما خیلی سخت میشه یه ویدیو در باره انتخاب کارگزاری و صرافی برتر و تفاوت اینها تا در یه ویدیوی دیگه و اینکه 5 تا اکسچنج برتر بازار رو معرفی کردم توی کانال هست که توی این ویدیو هم یکی دو تاشو براتون این بالا کارت کردم که بتونید بعدا ازش استفاده کنید حالا بریم سراغ دو تا وبسایتی که عمق بازار رو میخوام بهتون در خصوصش نشون بدم این وبسایت بایننس هست و یک اکسچنج بسیار معتبر رتبه یک در بازار کریپتوکارنسی و الان به این تاریخی که من دارم برای شما صحبت میکنم بیت کوین 9251 پنجا هی داره عقب جلو میشه این قیمت داره اینجا نوسان میکنه تو این قیمت داره معامله میشه و این سمت چپ تصویر شما دیواره دپس همونطور که میبینید دیواره من دارم اینو کم و زیادش میکنم که شما دقیقا متوجه موضوع شین دیواره خرید و فروش نشون میده قرمز رنگ دیواره فروش هست و سبز رنگ دیواره خریده اوردر بوک که دفتر سفارشات هست همونطور که میبینید اینجا داره به لحظه معامله میشه نگاه کنید الان ما اینجا میتونیم بیم رو اینجا وایسیم بگیم خریدار رو 9197 چند یه چیز حدود 1900 1900 تا BTC 1800 تا BTC جمع شده برای خرید توی فروش هم دیواره فروش که بیایم نگاه کنیم یه چیز حدود تو قیمت 9301 دلار 2300 2300 خورده ای BTC چون این روی بیت کوین هست گذاشته شده برای فروش حالا شما دقیقا نگاه میکنی که الان قیمتی که داره مچ میشه 9250 که این بالا هم این بالا من نشون بدم اینجا 9250 دلار دقیقا همین عددیه که شما اینجا میبینید و قیمتی که مچ شده داره معامله میشه و شما اگر دقت کرده باشین من این موسیقی تکون میدم قیمت حالا میتونه متناظرش اون خرید انجام بدین یا فروش انجام بدین روی این مشخص شده دونستن این عمق بازار به شما کمک کرد که اگه پس یه تعدادی هم اومدن نشستن این پایین روی مثلا یه چیز حدود 9100 دلار میخوام بخرن حالا از کندلی که اینجا تشکیل میشه و دیواری که اینجا وجود داره شما تصمیم میگیری که من میخوام بخرم الان یک پوشش خوبی هم اینجا داده حالا این صرفا چیز نیست خیلی فاکتورهای دیگه هم باید درش در نظر گرفت نقطه خوبی برای ورود یا استفاده از این موضوع عرض شاید که یکی دیگه هم هست در خصوص همین دیواره ها همونطور که میبینید من این سایت بیارم بالا HPTC همونطور که مشاهده میکنید این هم یه اکسچنج بسیار معتبر و معروفی هست و اینجا شما دیواره خرید و فروش رو میبینید این تیکه خریدار حالا این یه مقدار به خاطر اینکه افقی هست یه مقدار راحت تر درک موضوع دیواره خریدش دیواره بزرگتریه دیواره پرتریه و من احتمال میدم که مثلا توی یکی دو ساعت آینده شایدم کمتر یه مقدار قیمت باز هم رشد بکنه خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین با لایک هاتون کامنت گذاشتن زیر این ویدیو در یوتیوب و اشتراکش در سایر شبکه های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت میکنید و این حمایت شما هست که ما رو دلگرم میکنه که بازم براتون ویدیوهای متنوعی در خصوص کریپتوکارنسی آماده کنیم اگر به موضوع کریپتوکارنسی و حالا معامله گری علاقمند هستین حتما پیشنهاد میکنم که اگر تا الان عضو کانال ما نشدین همین الان این کار انجام بدین روی این لوگو فشار بدید و سابسکرایب کنید دکمه زنگولرم بزنید که از آخرین اخبار اطلاعات مطلع بشین دو تا ویدیو در خصوص موضوع مرتبط با همین بحث امروزمون برای شما به اشتراک میذارم امیدوارم با دیدن اینها هم مجموعه دانشی شما کامل بشه خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار